اما زمان جنگ صفین چه اتفاقی افتاده واقعا؟ واقعا نگاه کنی تاریخو قشنگ میفهمی چند سالی از محمد ابن عبدالله نگذشته، بعد کتاب دادن بیرون، بعد اومدن تو جنگ، لحظه جنگ معاویه این طرف با لشکرش وایساده بود و سخنرانی کرد، درست زمانی که داشت شکست میخواد سخنرانی کرد، اومد بالا گفتش که من یه نامه های این علی ابن ابی طالب رو میخوام بخونم. همه گفتن بخون. گفت ایشون نامه زده و نوشته در نوشته جاتش که مقسم بهشت و جهنم منم. لشکرش دیگه خندیدن. ایشون گفته وسط لشکر علی ابن ابی طالب هم همه به هم میگفتن ایشون گفته که من بهشت و جهنم دست منه. نمیدونست مردم خودش، این دشمنای خودش هم دوستای خودش هم نمیدونستن. گفته که محمد ابن عبدالله رو ول کنین، منو بچسبین، ناجیتون منم. لشکر معاویه قشقش شروع کرد خندیدن. گفت این خسته خاشاک این شاسکولار چی میگه این؟ بعد اون طرف یاران علی میگفتن یعنی چی؟ یعنی میگه محمد بی خیال، محمد چی؟ معاویه گفت آقا ایشون تو جنگ ایران نبود، کفار این ایرانی های بی کلاس بی شخصیت رو نرفت بکشه، هر جایی که مسلمون کشی علی اونجاست. خب دیدن راست میگه دیگه، تو اون جنگه که نبوده، با کفار اون طرف که نبوده، تو آفریقا که نبوده، هیچ کدوم از جنگا نبوده، فقط مسلمون کشته. ولوله افتاد تو لشکر علی. خب حالا میخوان یه چیزی بگم من؟ گفتن بگو. گفت این یه چیزایی میگه که من روم نمیشه بگم. گفتن بگو. گفت علی ابن ابی طالب میگه این کتاب قرآنشون علکیه، مربوط به محمد، ربطی به من نداره، هیچ بیلیوی این آدم به قرآن نداره. لشکر معاویه شروع کردن گریه کردن، نگو، تو رو خدا از قرآن نگو. مدافعین حرم اون بر گریه کردن، عاملین به معروف نهی از منکرها اون طرف، بسیجی ها اون بر گریه کردن، نگو جون ننه نگو، یعنی این با قرآن مشکل داره. و معاویه گفت بله مشکل داره، ما میگیم بیایم آدم کشی رو بس کنیم، ما باید به ایران حمله کنیم، به ژاپن حمله کنیم، به چین حمله کنیم، ما همش داریم همدیگر رو میکشیم، ایشون تا حالا 20,000 تا عرب کشته، جنگ و نگر دارین. علی دستور حمله داد، مالک اشتر سمت جناح راست حرکت میکرد، توپ به سمت چپ و راست مینداخت، گردن میزد رو هوا، هرچی ریشو، نمازخون، جامهر، مثل ری شعری، خشتگا رو هوا، شمشیر تو گردن، همه ولو رو زمین، خون میپچید بیرون. معاویه گفت اون داره هنوز حمله میکنه از اون بر. مردم هم کنسرت به دست دیگه، اونجا هم دوب 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 سو، همه ناراحت. گفتن چیکار کنیم؟ گفت برای اینکه بهتون ثابت کنم ای ملت مسلمان، ای برادران بسیجی، ای مؤمنین و مؤمنات، امروز. گفت جانم، گفت آقای صادق لاریجانی، میگم صادق لاریجانی، آقای امروز، گفت به قضاییه، گفت بفرمایید، گفت بده بالا قرآن ها رو. نیزه اومد بالا، روش قرآن چسبیده. گفت یا علی، به خاطر این قرآن، به خاطر محمد ابن عبدالله، جنگ رو قطع کن، مسلمان کشی بسته، بیا بریم به ایران حمله کنیم، بیا بریم به ژاپن حمله کنیم، جنگ بسته، برادر کشی بسته. فرمان از علی صادر شد، بتپانید شمشیرها را در قرآنها، بزنید دهن قرآنهای آویزان به این تیرک ها و نیزه ها را بشکافید، زیرا که قرآن ناطق منم. یاران علی گفتن آقا این هرچی معاویه گفت راست میگه، این اسم میگه بزن قرآن رو جر بده، این چی میگه؟ آره لشکر معاویه که توش، اولا که لشکر معاویه یه دونه یهودی توش نبود، پس جنگ یهود و مسلمون نبود، یه مسیحی هم توش نبود که جنگ مسیحی و مسلمون هم نبود، جنگ دوتا خودی بود،
ریستارتی ها شمشیر گذاشتن پشت گردن علی. گفتن حاجی دیگه همه رو قبول داریم ها، ولی اینکه به قرآن فش خار مادر بدی قبول نداریم. علی گفت آقا بعد محمد اینو نوشتن حاجی، اینو بعد محمد نوشتن، بعد مسیح 250 سال بعد نوشتن. گفتن شوخی نکن آقا، قرآن کلام الله، شوخی نکنیم. علی گفت بابا ابراهیم بالاتره یا خونه خدا؟ خونه خدا رو ابراهیم با لگداش درست کرده، کاغل ریخته زده، شما سجده میکنین به خونه ای که دست ابراهیم ساخته شده، خود ابراهیم بالاتر از اینه ها، بالاتر از خانه خداست. گفتن بابا شوخی نکن حاجی، خونه خداست، اونجا خدا تپانده شده اون تو. گفت خدا تو دل مؤمن حاجی، شوخی نکنش که گوش نکن. مدافعین حرم جنگ رو نگه داشتن، همینا نگه داشتن، کی نگه داشته؟ آخه اون ولشکه هم بعد از اینکه جنگ بایستاد ایستاد، معاویه نماز شبی برپا کرد، نمازی برپا کرد که در تاریخ بی سابقه، صورتش هم که نورانی بود، شروع کرد از اول بسم الله الرحمن الرحیم. یارو شاسکور کی بود مرد؟ عارف به دلله بهجت، این بهجت، این یارو که شبیه گریه هم هست همیشه تو مردم گریه، مردم گریه. علی تو چادر افتاده، تو چادر